بزن تیری که آهوی تنم. سیما بینا، صدایی که در دل کبیر ثبت شد و روحی تازه در موسیقی محلی ایران زمین دمید. یکی از کارهای بسیار ارزشمند موسیقی ما کاری بوده که سیما کرده و این موسیقی های روستایی ما رو، موسیقی های محلی ما رو از نقاط مختلف جمع‌آوری کرده و به شکل خیلی خوبی هم ارائه کرده. نوی خودم بیان. من تا اینجا هنوز نشنیدم یه زن فارس بیاد معلی رو به این غلیظی و به این تمیزی و به این زیبایی بخونه. نویسم نامه ی از بیوفایی، ببندم بر پر مرغ هوایی. در اوج محبوبیت صدایش در سینه حبس شد. بعد از انقلاب رادیو تعطیل شد، موسیقی تعطیل شد، صدای زن محبوس و ممنوع بود. مثل یک بخشی از زندگی آدم رو که بهش پرداختی، عمری گذاشتی، اونم با احساس، ببرن، بچینن، بندازن دور. مثل آدمی که معلول بشه، یه دفعه پا نداشته باشی. این داستان عشق او به موسیقی و آتش او برای پژوهش و معرفی ترانه‌های مردمی ایران است. کاروان موسیقی سیما بینا که نوازندگانش هر کس از گوشه ای از دنیا آمده می روند تا کنسرتی دیگر برگزار کنند. آخرین تمرین ها در استودیوی خصوصیش در آلمان. ما نمیزنیم اینجا ها؟ نه بزن، همون طبق برنامه میریم جلو. امروز نام سیما بینا در سراسر جهان با موسیقی محلی ایرانی گره خورده، اگرچه سال هاست در عرصه موسیقی سنتی هم آثار زیادی عرضه کرده. دانش، مهارت و شهرت او درهای تالارها و فستیوالهای بزرگ موسیقی اروپا و آمریکا را به روی او گشودند. مثل این تالار، فیلارمونی شهر کل. نزدیک به 20 سال است که او کنسرت هایش را به خارج از ایران منتقل کرده. این شناخته شده ترین خواننده ترانه های مردمی ایران امروز فقط در آن جایی قادر به ارائه موسیقیش نیست که خود و ترانه هایش زاده شدند. عشق به موسیقی با شنیدن آواهایی در کوچه های محل تولدش در دل او جوانه زد. روزی بود، روزگاری بود،
ما بیرجند زندگی میکردیم، حیاتی داشتیم و ایوونی بود اون بالا، خشتا و آجرا و کاهگل و اون صفای حیاتای قدیمی توی جنوب خراسان کویر. یه روزی یه صدای قشنگی شنیدم از دور دورا، همطور این یه آهنگی میخوند و یک پیرزن لاغرندام اینطور چارقد زیر چونش سنجاق زده بود و دایره میزد و پیرن چیت گلگلی پوشیده بود و همینطور می اومد و می خوند. چادر خط خط، چادر خط خط، این دلالی دلالی و خاله، آی کاره عاشق و طول کد و را دلالی دلالی. اصلا نفهمیدم چجوری تا این برسه دم در خونمون، بودو هم مامان رو صدا بزنم بگم مامان بیاین به این یه غذا بدیم، پول بدیم، دعوتش کنیم بیا تو خونه بشینه برای ما بخونه. و مادرم هم واقعا این کارو میکردن. بعد گفتن سیما جان این ننه قمرانی دیگه. فقط صدای ننه قمرانی نبود که سیمای کوچک را ذوق زده میکرد. در محیط زندگی خانواده او همه جا صدای موسیقی بلند بود. از ده خوسف که اونجا کشاورزا، کارگرا غروب می شد از کارشون برمیگشتن می اومدن توی حیات خونه عموجان، اونجا دور هم عموی من مثلا ساز می زد یا یک کسی از همون اهالی نی می زد، خانومای برزگر دایره و دف می زدن و یه عده شروع می کردن دور اون حوض و حیات می رقصیدن، می خوندن. پدر منم که همیشه موسیقی رو خیلی خوب باهاش برخورد می کردن، خودشونم دوست داشتن. تیمشم بینا خدا بیامرز، پدر سیما یک مرد هنرمند بزرگواری که موسیقی می دونه، شعر می دونه، تار می زنه، رقص محلی خراسانی بسیار قشنگ می کرد. یک نگاه خاصی به موسیقی داشت و به هنر. یادم میاد که همیشه به من و خواهرام میگفت باید یک هنری رو شما در خودتون به طور حرفه‌ای قوی بکنین و یاد بگیرین، در این صورتی که هیچ وقت آدم در نمیمونه و هیچ وقت به قول خودش میگفت نوکر دولت هم نمیتونه نباشه هیچ وقت. یه آهنگی تازه هست، گرچه نمیدونم صدام خوب بشه برای تو بد بشه، ولی با این حال برات میخونم. بخونی بعد ما دلم بگیم برو بیاریم. ماما شما لازم بابا چارت رو بیاد من رو برم دایرم رو بیارم. ما میتونیم بخونیم؟ بله، دست به سینه بشینیم. دایرم نم کشیده عشقم دونه از دید روونه، دل کرد بهونه، ای خدا دید و دل هر دو تا خونه، دل من هنوز جوونه، نکنه تنها بمونه توی این عهد و زمونه. وقتی اوایل دهه 1330 خانواده بینا به واسطه شغل نظامی پدر به تهران آمد، این جا به جایی برای سیمای نوجوان امکانات جدیدی فراهم کرد. تازه برنامه کودک شروع شده بود و آقای داوود پیرنیا این برنامه رو اداره می کرد. خب پدرم طبعا برای تشویق منم که شده و دوتا خواهرای دیگه هم حتی مینا و هما، ستاییمونو معرفی کردن به برنامه کودک. آفرین به سیما خانم، صد آفرین. سیما خانم خودش خوب میخونی؟ خب دوست در برنامه کودک میخونی؟ دو سال در برنامه کودک میخونم. صحیح. امروز چی میخواید بخونید برای ما؟ آهنگ محلی بیرجندی. خیلی هم خوشحال میشم اگه بچه های بیرجند میشنیدنش. بله بله، برای جنده به شما. خوب اسم این آهنگ رو ممکنه میدید چیه؟ والا اسمش رو نمیدونم، اما بهت بگید این بر میگرد و اون بر میگرد. صحیح، پس اسم خود شما انتخاب کرده بهش. بله بله. ما آن دفلوان که بر لبخند دارم، آی جون این بر بگردم به گلشم با چه
وقتی یه شعر یه کلمه یادش میرفت خود شعر میساخت میخوند، هیچ وقت دوبار ضبط نمیشد مال سیما. من که میرفتم خب به حالا بود عقلم کمتر بوده، نمیدونم یا استعدادم هر حال کمتر بوده، باید دو سه بار میزدم. یه هایی آقای پایور برگشت گفت که نمیشه اینم بدیم سیما خانم بخونه؟ ما رو میگی؟ دادا زد سوختمون پس خیلی فکرم بچه مثلا چون 7-8 ساله. بعد ما شانس آوردیم دیگه مینا خواننده نشد. یه وقت دیگه گفتم به آقای پیرنیا و پدرم که دیگه من دارم بزرگ میشم، دیگه برای بچه ها نباید بخونم، دیگه باید رادیو رو ترک کنم. چون همین بود، یعنی این که من به رادیو رفتم برای همون تشویق دوران کودکی و اون، هیچ وقت این هدف یا این نیت نبود که خواننده بشم یا این حرفه اصلی من باشه. درس میخوندم، مدرسه داشتم، رادیو خیلی وقت میگرفت، اما به هر حال آقای پیرنیان موافقت نکرد. گفت همه آدمای بزرگ برای بچه ها خدمت میکنن و کار میکنن، نباید اینطور فکر بکنی. ولی خب من در این حال میتونم یک برنامه اضافه بکنم به مجموعه برنامه های گلها که تو این ترانه های محلی و خوشگلی که بلدی اینا رو هنرمندان و اساتید برای تو تنظیم بکنن، با ارکستر بخونی، یه قدم بالاتر. گلی از دست من بستون و بکن، گلی از دست من بستون و بکن، میونه هر دو زول. و با برنامه گلهای صحرایی بود که نام سیما بینا در مجله های گوناگون آن زمان ظاهر شد، ترانه های محلیش بر سر زبان ها افتاد و دلهای بسیاری را به دست آورد. خانم سیما بینا رو من صداشو از سال 1339 و 40 که معلم شدم رفتم در خارج شهر، گلهای صحرایی رو که روز جمعه می گرفتم خیلی وقتا صداشو می شنیدم. یه دختر بچه بود که صدای بسیار دلنشین و پر از عاطفه‌ای داشت و واقعا من خیلی با علاقه این صدا گوش می کردم. این دیگه برای من یه افتخاری بود و حتی میخوام بگم که یک راهی گشوده شد از همین برنامه برای من که بیشتر به ترانه ها و نغمه های محلی فکر بکنم و روشون تأمل داشته باشم. در ابتدا پدر ترانه های محلی باز از دوستان، از شهرستون، از روستاها یادم میدادن، ولی کم کم دیگه خودم رفتم دنبال این پروژه به اصطلاح. معمولا از بیرجند و جنوب خراسان و روستاهای اونجا که آشنایی داشتم، فامیل پدریم اونجا بودن، کمکم میکردن، میشناختن کسانی رو که احیانا نی میزنن، آوازی میخونن، اینا رو دعوت میکردیم یا من میرفتم خونشون، ضبط صوتی هم داشتم ضبط میکردم. امکانات هم کم بود اون موقع و اونا هم طوری بود که خیلی راحت نمیخوندن، اگه که مثلا من باید خلوت میکردم باشون آشنا میشدم، جوک میگفتم، خودم میخوندم، یه کمی حالت صمیمیت به وجود میوردم تا راحت باشن دو خط برام بخونن، مخصوصا اگه خانوم بودم. واقعا خیلی آدم به این طریق میتونه با فکر بیشتر روی موسیقی کار کنه، نغمه ها رو بشناسه،
نغمه های خیلی قدیمی که از دل مردم برخواسته و می دیدم که اینا رو خیلی هم مردم دوست دارن، یعنی به دلشون می شینه. یکی از شبا که اجرا داشتم، وقتی که اومدم بیرون از سالن، یه آقایی به من گفتن خانم بینا، شما چرا این کارهای محلی رو با ساز خود محل نمیارین اجرا بکنین؟ این یه دفعه توجهی به من داد که واقعا چرا نه، اگه که میخوام درست بکر باشه باید این کارو بکنم. خیلی ها آهنگای محلی خوندن، حتی در رادیو هم زمان شادروان خالقی اینا یک کارایی داشتن که خواننده های محلی رو میوردن با ارکستر ضبط میکردن و یک کارایی منتشر میشد، بعضیش تو گلهای صحرایی استفاده میشد. ولی خانم سیما نوعی که به هر حال اون موقع خب کم چند سال تر بودن، ولی از موقعی که خودشون شروع کردن به کار تحقیق و جمع‌آوری موسیقی و بعد اجرای اینا، در اجراشون به نظر من یک صداقت و اصالتی وجود داشت که در اجرای دیگه نیست. یعنی مثلا استفاده میکرد از هنرمندای همون مناطق، چه جوان حالا غیر گمنام در حقیقت و چه استادها. اون خونه باغمونه، ببین اون درختای گردو حصار، قلعه که نه، ده حصار، درست یک محله نزدیک به گیلیان از اطراف شیروان که اومدیم و مردمش خیلی خیلی مهربون و خوبن. میزبان ما آقای شیروانی. مرسی. خربوزه مشهد میخواییم بکنیم. من بلا آواره شما بردم. ما برای سیما جان از مازندران اومد. در حالی که در شهر و روستا دنبال شعر و موسیقی و خواننده و نوازنده بود، به کارهای جز موسیقی هم رو آورد. وقتی مدرسه را تمام کرد، هم در دانشکده هنرهای زیبا نقاشی خواند و هم معلم مدرسه شد. از مدرسه شروع کردم به بچه‌های کلاس اول، دوم، همینطور تا چهارم درس می دادم، باهاشون زندگی می کردم. خیلی همیشه بچه ها رو دوست دارم، نمی دونم چرا، شاید برای همین که از اون ابتدا برای بچه ها بوده که آواز خوندم و عکس العملاشون رو دیدم. خیلی موسیقی اونها رو به من نزدیک می کرد و این موسیقی منم به اون بچه ها خیلی نزدیک می کرده و هنوز همین حال و احوال رو دارم با بچه ها. وقتی بچه هاش پشت هم اومدن که مثل دو قلو بود و این دو سال مطلقا نمیتونست تکون بخوره از خونه و درگیر این دوتا بچه بود کوچولو، بعد اون وقت یادته که درست بعد از این دو سال ما یه دفعه دیدیم که سیما شروع کرد نقاشی و بعد از یه مدت یک نمایشگاه نقاشی از تأثیر این دو سال که با این بچه ها گذرونده بود در بست. از این به بعد بود که موسیقی و نقاشی در کنار هم به آفرینش‌های هنری سیما بینا رنگی نو دادند. اصولاً همه اون جنبه‌های هنری، حسای هنری یک طوری به هم مربوط میشه. من در مورد نقاشی و موسیقی بیشتر فکر میکنم که کمپوزیسیون کارهام و موسیقیم اینا همه رنگ داره و حس نقاشی و رنگ خیلی کمکم کردیم. سر و دست
دست تلله حنای تازه داره، سر و دست تلله حنای تازه داره، بر و روی تله ماه اندازه داره، شراب ارغوانی پیاله پر کن لبریز، شراب ارغوانی پیاله پر کن لبریز، سر عاشق که عاشق کشتنی نیست، که خونش ریختنی نیست، به میدون بردنی نیست، شراب ارغوانی پیال مرد لبریز. در اوج محبوبیت که صدایش همه جا تنین افکنده بود، صداهایی بلندتر از صدای او در اقصا نقاط کشور خیابانها را پر کرد. بعد از انقلاب ایدئال نشد انتخاب، بنابراین از رادیو همه گروه گلچین هفته، گلها، مجموعه‌ای که با هم کار میکردیم رادیو رو ترک کردیم. بعد هنرمندان رو دسته دسته اعلان میکردن که برن برای مصاحبه در اوین. رفتیم اونجا، به همه اون یکی یه برگ کاغذ دادن، توی یه اتاقی روی این صندلی‌های عرج نشستیم و هیچکس هم نبود، یکی یه کاغذ اومدن بهمون دادن، عنوان اسممون رو بنویسیم، متهم. متهم اسمش چیه؟ مثلا سیما بینا. گناه چیه؟ موسیقی. اینا. بعد دیگه سوال جوابی زیاد داشت، آیا در دربار خوندی؟ آیا نمیدونم کجا خوندی؟ اینا که همه هیچی نبود. بعد خلاصه یه همچین سینجینایی کردن، البته این از صبح تا شب طول کشید. دیگه گفتن اگر از شما بخواهیم که نخونین، هنوز یه کمی با احتیاط سوال میکردن، خیلی هنوز قدرت زیاد نشده بود، این کارو میکنین؟ گفتم من اگه بخونم یا نخونم شما ولی موسیقی رو نمیتونین تعطیل کنین. به هر حال یک جوابایی نوشتیم و اینا و اومدیم بیرون. بالاخره بعد اون فهمیدیم خب خیلی جدیه دیگه، نباید خوند. رادیو تعطیل شد، نوار ضبط کردن تعطیل شد، موسیقی تعطیل شد، اصولا موسیقی تعطیل شد در رادیو. صدای زن محبوس و ممنوع بود. نگاه حکومت جدید به موسیقی متفاوت بود. موسیقی فاسد، ضد دینی و مظهر طاغوت خوانده میشد. رهبران جدید میگفتند در رادیو و تلویزیون به جای موسیقی چیزی پخش کنید که آموزنده و اخلاقی باشد. یه دفعه همه چیز رفت، یعنی زندگی که آدم نتونه دیگه معاشش از کجا میاد، حرکت اجتماعیش چیه، خودش چی کاره است الان. به قول قیدو مشیر میگه که اما چه کاوک را نتوان گفت که آواز مخوان. کسی که همه صداش همه وجودشه و همه وجودش در صداش مستتر هست، بگیم نخون. مثل یک بخشی از زندگی آدم رو که بهش پرداختی، عمری گذاشتی، اونم با احساس، ببرن، بچینن، بندازن دور. یعنی یه مدتی آدم گیجه، ناقصه، سرگردونه، تا بیاد دو مرتبه خودشو پیدا کنه. مثل آدمی که معلول بشه، دستش یه هم ببارن، یه دفعه پا نداشته باشه. شکست دست و پا لیلا، ای جانا غمگین نشسته، ولی خب در اینطور مواقع انسان به تفکر وادار میشه، چاره اندیشی. اون موقع بود که کم کم یه راههایی پیدا کردم برای ادامه زندگی. خدا رو شکر یک سقفی داشتم که اجازه داشته باشم توی این آپارتمان کوچولو لااقل چند تا شاگرد از بچه های اونم خودشون پیشنهاد کردن، خانوما گفتن سیما جان حالا که نمیخونی و اینا، ما یه کمی بیاییم اونجا آواز یاد بگیریم. گفتن اینو شهریه بذار ما راحت بشیم. گفتم خودتون هر کاری میکنین،
نیاز هم بود دیگه، چون همه چی تعطیل شده بود. یه افتخیزهایی که تاریخ ما داشته، همیشه این موسیقی به یک اوج و به یک رشدی خواسته برسه دو مرتبه در اثر حوادث روزگار، تاریخی، سیاسی، همه چی اینا به هم میریزه و از بین میره. ولی یک چیزی رو که باعث امیدواری هست اینه که موسیقی محلی معمولاً چون شفاهی هست، کفی نیست و سینه به سینه هست، بنابراین حفظ شده و از این صدمات بیشتر مسئول مانده. حالا میریم سر ریتم پنجهشتم که دل شیدا رو بخونیم. مرجان عزیز. بعد دیگه کم کم کلاس های آواز به این ترتیب جدی شد و بعد اصولاً کلاس های تدریس موسیقی آواز ساز رونق گرفت، خصوصی در درهای بسته. همه چیز محدود شد به یک محدوده پنهان. یواش یواش ما به این نتیجه رسیدیم که گرد همایی داشته باشیم و سیما جان برامون بخونه به صورت یک کنسرت خانگی. بعد اون خیلی سخت بود شروعش، خیلی سخت بود قبول کردن سیما جان. بیشتر از خانمای کلاس آواز و دوستانشون و فامیلشون شروع شد. دیگه صد تا شکست و یه دونه کنسرت کوچولویی تو همین خونه ما دادیم. در یک موقع های این کنسرت ها رو برقرار میکردیم که جشن باشه. خیلی در خفا بهشون بلیت میفروختیم، بلیت ها رو دستی تهیه کرده بودیم. ساز زیاد و ارکستر بلند و اینا نداشتیم. سعی میکردیم مثل مهمونی تو خونه نباشه، عین کنسرت باشه. معرفی میکردم، صحبت میکردم در مورد موسیقی. مجموعه کارهایی هست که با ترانه معروف و زیبای نوایی شروع میشه و مقدمه ای بچه ها با ریتم لنگ براتون اجرا میکنن که از مقام معروف نوایی، مقام خراسانی گرفته شده. بازم همون در واقع یه جور آموزشه و معرفی کار محلی بودیم. کنسرت های خصوصی وسط کنسرت دیدم یک آقای پاسداری آمد دم در و من خواست که متصدی یک کسی بیاد. یک طوری همه هماهنگی میکردن به طور عجیبی. من سعی کردم به گوشه سیما جان و شنونده ها نرسه، یواشی رفتم بیرون و اون برادر پاسدار گفتش که اینجا چه خبره. گفتن اینجا مولودیه، همه خانوما هستن، اگر کاری دارین خانوماتون بیان ببینین چی. بعد دیگه میرفتن. بعد هنگامه اخوان شروع کرد، خانم پریساد تو همین خونه ها شروع کرد، یعنی سیما جان پیش تاز در این کار بودن. میفهمیدم آی همین لحظه به دلبر هرچند توانسته بود صدایش را به جمعی محدود برساند و در شرایطی دشوار راه‌هایی برای آموزش و اجرای موسیقی با زنان پیدا کند، اما سیما بینا هنوز گم شده اش را نیافته بود. آدم بالاخره اگه بخواد امیدی بده به زندگی خودش، خودش را میندازه، ولی مدتی گیجه، اصلا مدتی دیپرسه، افسرده است، یه چیزی رو از دست داده. یک شعرهایی هم روی همین حسم با دوست نقاشم درست کردیم و خوندیم.
مثلا خود همون الله مزاره تمام حکایتیه که ما هم گفتیم در واقع چون توی یک چنین موقعیت هایی قرار داشتیم زندگیمون بود بله. یعنی همین چیز بود دیگه دلتنگی ها، نگرانی ها، دوری ها، غربت، حماسه، جنگ، قهرمانی و دفاع، دلتنگی، عشق، حسرت همه اینا بود دیگه نه؟ مثلا وقتی که میگی خوش به حال نغمه جذب شدم به شمال خراسان. یک صدای رسای خوب دو مرتبه من یاد اون ننه قمرانی انداخت. این صدا فریادهای خیلی طبیعی کوهستانی اعتراض‌آمیز، مثل اینکه به تاریخشون، به این اعتراض دارن. این فریادها توی موسیقیشون بود. گویا کردهایی بودن که از مناطق مختلف مرزی ایران کوچانده شده بودن و بعد اینا همیشه در غربت ولی با یاد اون موسیقی خودشون و اون اعتراضها و حماسه ها و به اصطلاح جنگ های محلی که داشتن از حق و حقوقشون دفاع بکنن، یک درد مشترکی من حس می کردم با این فریادها. اما من کسی رو میخواستم که این حرف و این محتوای این صدا و ساز رو بتونه ببینه، رنگشو، حسشو و با هم بشینیم و این رو به کلام دراره. محمد فقط تو بیا به داد من برس که این فریاد رو... محمد که وقتی اومد جعفری نشستیم گفتم تو ببین این چی میگه، این یک فریاد تاریخی داره. من میفهمم داره میگه وای چه روزگارای دیدم، امان 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 امان. تو یه کلامی گذاشت که کلمه های کردی هم هست توش، مثلا دو تا کفتر ها لی 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 هم خیلی هست توی کارشون. سفید و الله سفید و زفرونی نشستن دن ساره سایه بونی وای. من اینو اول اصلا اینجوری گفتم، تو کلماتشو به روایت خودت کردی چون تو اون فضا بوده و این خیلی مهمه. دو تا کفتر سفید و زعفرونی نشستن دن سار شیره بونی، سفیدن نالس و سیل شفق کرد سکم افته و مره مثل جبون. بعد تو خوندی دو کفتر سفید و زعفرونی نشستند نثار سایه بونی، یعنی از جنس خودت کرده اینو. بعد سفیدن نالس و سیل شفق کرد، ببین افته و مره، تو سکو رو حس نمی کردی برای اینکه زبان تو نبود. اینه داستان که به من میگه تو در حقیقت شعر رو اول از جنس خودت کردی، از جون خودت کردی، بعد آمیختیش با احساساتت، بعد رهاش کردی. کردی بول گشت سیل مزاره خان زاده. اون تغییراتی که توی کار موسیقی
محلی در اجرای خودم به وجود میارم، باز به دلیل نیازی هست که حس کردم شنونده من داره که بهتر گوش بده، بهتر دقیق بشه روی این نغمه ها و پیامش. این خیلی تأثیر گذاشت زیاد. من هنوز مثلا این همه اجرای نوایی شده، ولی نوایی که خانم سیما خونده خیلی نزدیک به اصله، در این حالی که امروزی است مردم میتونن گوش بدن، ولی اون اصل، چیزای اصل و مقام رو رعایت کرده. چون اینا شفاهی هست، مکتوب نیست و فلبداهه اون حرفی رو که دارن میزنن اون موقع، اون حسی رو که دارن اجرا میکنن، هیچ محدودیتی ندارن. منم این اجازه رو به خودم دادم که اونجایی که دلم میخواد یه حرف دیگه ای رو از حس خودم بگم، این رو به خاطر باز موسیقی محلی این اجازه رو میده آدم. هر کاری رو که شروع میکنم از یه منطقه، کتاب تازه‌ای برام باز میشه که روش کنجکاوم و منو تشویق میکنه و انرژی میده که ببینم این چیه، این چه جوری هست. و از این طریق حس کردم زیباترین راهیه که آدم یک مردم یه منطقه رو میشناسه با فرهنگشون، با روحیاتشون، و بهشون خیلی قشنگ نزدیک میشه. فقط نمیشه تقلید کرد، فقط نمیشه حفظ کرد و اون رو خوند. گندم که سینه چاکه، گندم که سینه چاکه، چه سینه گندم چاک داده یا؟ آها آره چاکه. حکم برنج پاکه، حکم برنج پاکه، یعنی اون که دیگه تکلیفش معلومه. بله، از تشنگی هلاکه، از تشنگی هلاکه. یارب بده تو بارم، یارب بده تو بارم. آهو علف ندیده، آهو علف ندیده، خار و خاشه چریده، خارو خاشا چریده، خاشا چه دیده، خاشا بیرون خاش بشه. بله خب، از تشنگی رمیده، از تشنگی رمیده، یا آهو بله. یعنی بله، از تشنگی فرار کرده، بله فرار کرده. یا رب بده تو باران، یا رب بده تو باران، به حرمت مزارا. این دعا رو میکردن که حالا بارون بباره، بارون بباره. همیشه موسیقی مردم روستا همه حرف زندگیشونه، همیشه حرف زندگیشونه دیگه، کمبودهایی که دارن، ناراحتیهایی که دارن، حالا بارون میخوان برای بارون میسازن، محصول میخوان برای محصول. منو از خودشون میدونن،
شیرازی ها میگن سیما بینا شیرازیه، شرط بندی میکنن با هم. مازندرونی ها میگن سیما بینا مازندرونیه. من والا 77 سال سن دارم، من تا اینجا هنوز نشنیدم زن مازندرانی، خود اما مازندرانی هستین، زنی پیدا بشه بخونه، یا مثلا یه زن فارس بیاد معنی رو به این غلیظی و به این تنزی و به این زیبایی بخونه. من اصلا من ندیدم. وقتی اون کلامش که از دهنش در میاد یه جور اینه درست میکنه که آدم دیوانه اون درست کردن کلمش میشن. کردای کرمانج شمال خراسان میگن کرده. من نمیگم نیستم، من میگم آره، جواب من اینه که بله من هستم. من متعلق به همه این فرهنگ هایی که رو موسیقیشون کار کردم و حتی فرصت نشده کار نکردم، متعلق به همه اونا هستم. با دیدارهای پی در پی با مردم و پژوهش‌های مداوم در نواحی مختلف، مجموعه‌ای بزرگ از موسیقی محلی گردآوری کرد. ترانه‌هایی که هر کدام ریشه در فرهنگ، تاریخ و جغرافیای یک منطقه داشت. گنجینه‌ای که بر سینه سیما بینا سنگینی می‌کرد. این نیاز که بابا باید چند نفر دیگه هم بشنون این موسیقی رو. چه نغمه هایی، چه موسیقی، اینها همه آرشیو در سینه های مردم. Ich hatte bis dahin verschiedene Dastgar-Sänger gehört, also Shajarian. من تا اون موقع کارهای خواننده های مختلف سنتی مثل شجریان، شهرام ناظری و دیگران رو شنیده بودم. از شهرام ناظری موسیقی کردی هم شنیده بودم، ولی در مورد سیما بینا موسیقی مردمی از خراسان و دیگر جاها پیشنهاد شده بود که تا اون وقت به اون آشنا نبودم. بنابراین اون زیر خاکی ها در واقع، به اصطلاح خودمون، اون نغمه های زیر خاکی، اونا که خیلی خیلی اصیله، واقعا در میان خود مردم این به وجود میاد، اینها رو بیارم و بخشی از موسیقی فولکلور ایران هست معرفی بکنم این طرف. با سفر به اروپا در اوائل دهه 70 آلبومی ضبط کرد و اولین کنسرت هایش را برگزار کرد. اینجا بود که رادیو بود، یادت برنامه داشتی؟ آره، دکتر رایش رو دعوت کرد. من تو بودی، من بیرون، اینجا پر جمعیت بود. از قبل برای ما روشن بود که این کنسرت علاقمندای زیادی داره، به خصوص علاقمندای ایرانی. ما کنسرت رو در سالن بزرگ رادیویی خودمون برنامه ریزی کردیم، ولی فکر نکردیم که این سالن به اندازه کافی بزرگ نیست. یادش در اون دوره یکی از موفق‌ترین کنسرت ها بود و اولین بار بود که اصلا دوتار رو صحنه و در خارج کشور اجرا میشد و من میدیدم چقدر مردم دوست دارن این ساز رو و چقدر این ساز جذابه. همزمان با افزایش کنسرت های سیما بینا در خارج از کشور، فضای سیاسی فرهنگی ایران هم باز شد. کم کم بعضی از زنان خواننده روی صحنه ظاهر شدند و کنسرت های زنان برای زنان رونق گرفت. شنیدم الان 5 ساله از سیما میخوام که شما بیاد اینجا برنامه اجرا کنیم برای بانوان. سیما قبول نمیکنه، میگه من میخوام اگه برنامه اجرا کنم باید آقایونم باشن. یعنی واسه سیما سبکه، اگه اونا فهمیدن میفهمیدن. راضی کننده نیست که فقط خانوما برای خانوما کنسرت بدن و خب آقایون که وقت کنسرت میدن خانوما میان میشترن، آقایون خانوما همه میان اما خانوما نواسطشون کسی بشتر. این یک منطقیه که مثلا نمیشه قبولش کرد. این منطق رو قبول نداشتم که موسیقی اینقدر محدود باشه و این چون یک دستوره و این نمیدونم اصلا زیر بار یک چنین کاری نمیتونست بره موسیقی و آواز من.
در اینکه خیلی بالاتر از این حرف هاست به نظرم موسیقی. موسیقی مرز نداره و همین برداشت من از کار موسیقی و هنر بود که ایران رو ترک کردم برای ارائه و معرفیش. عنوان یک موسیقی از یک نقطه دنیا که ناشناخته است همه استقبال میکنن، کنجکاون، روش مطالعه میکنن و میخوان بشنون که چی هست. خود این موسیقی و نغمه ها هم یک ریتم و سادگی صمیمانه ای داره که به دل همه مینشینه، گرچه موزیسین نباشن و گرچه زبانمون رو ندونن و گرچه موسیقی سنتی و ردیف ندونن. اینها سرودهایی هستند که ریشه اونها رو میشه درک کرد. موسیقی عاشقانه رو هر کسی درک میکنه، چون اغلب ریشه در مناطق روستایی دارن، خیلی جذاب هستن. با وجودی که اونها متفاوت هستن ولی با عناصر مشابهی که ما از موسیقی های مردمی خودمون میشناسیم قابل درکن. موسیقی افغان همیشه برای من تکرار شده، دوست داشتم، از دل دوست دارم موسیقیشونو. قبل از انقلاب از طریق رادیو یک گروهی به اونجا رفتیم که من در رادیو افغانستان و جشنواره و فستیوالشون شرکت کردم. از همون موقع عجیب مهر این مردم به دلم نشست، خیلی صمیمی، خیلی مهمون نواز و شبیه خب خودمون هستن مردم افغان. یواش یواش می آیم، بالا که باش می آیم، سر کافه سینما جان جان که رفیقاش می آیم. لیلی 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 جان 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 مرا کشتی بایرمان. چی خوب خواندن می کنه جان جان، نامش است سیما جان. چی خوب خواندن میکنه جان جان، نامش است سیما جان. فقان کنم شبانه ز دست این زمانه، اگر کابل جان برو وای وای با خانم ترانه. لیلی 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 جان 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 مرا کشتی بای. همیشه اونجا جنگه و این ناراحتی و غم همه ماها هست با آرزوی آزادی برای همه واقعا ملیت ها و ملت ها. یک آهنگ افغانی میخوندم، تمام اجراهام یک آهنگ افغانی خوندم. تلفیق اقوام و فرهنگ با همدیگه انجام میشه توی برنامه های کنسرت من. بارها به من گفتن همه میخوان همه رو از هم جدا کنن، دشمنی ها بین قوم ها جنگه، ولی تو میبینیم که با موسیقی همه اینها رو کنار هم قرار میدی و یک آشتی زیبایی با موسیقی به وجود میاری. پژوهش های طولانی در ترانه های محلی که از ننه قمرانی در بیرجند شروع و بعد به شرق و غرب و شمال و جنوب ایران کشیده شد، آتش سیمابینا را برای جستجو در موسیقی های مردم فرو ننشاند. شاید خاطرات ترانه های دوران کودکی و عشق به بچه ها بود که او را برای سالهای طولانی به سمت نغمه هایی کشاند که برای کودک ترنم می شوند. لالایی ها هم همیشه یک نغمه هایی بوده برای من که تکرار می شده توی این گردش و جستجوهام در شهر و روستاها. بعد از اینکه دیگه
صدای زن ممنوع شد فکر کردم حتما میتونم که لالایی ها رو الان به طور جدی گردآوری بکنم و در حد یک سیدی که برای بچه ها و مادرها هدیه بکنم، چون که این دیگه یک آوای زنه، آوای تاریخی زن هست. شاید هم اصالت و سادگی این نغمه ها که حاصل درد و رنج و امید زنان بود او را به سمت این آواهای تاریخی کشاند. اما رساندن همین نغمه ها به گوش همان مادران باز هم برایش ممکن نشد. متاسفم از اینکه توی کشور خودم این لالایی های اصیل و قدیمی ایرانی نمیتونه پخش بشه، چون آرزوی من بود که این به دست خانواده های ایرانی، یعنی تو خونهشون داشته باشن. ولی خب این بازم چون اجازه داده نشد که در ایران پخش بشه، من این جستجو و پژوهش رو ادامه دادم و این مجموعه کم کم خیلی زیاد شد و زیاد شد، تبدیل شد به یک کتاب کاملی که توضیحات درباره موسیقی، شعرش و نغمه ها و ملودی های لالایی ها رو گردآوری کردم و هرچی که می رفتم جلو می دیدم خیلی خوبه، لازمه که اینا گردآوری بشه، برای این که در واقع به کمترین مادری بر می خوردم که بتونه یه لالایی کامل الان بر من بخونه. همه داشت فراموش می شد. لالا لالا رفیق روز تنگم، لالا لالا کنم تا ما درایه، گل هفت رنگمه از در درایه، از در درایه. ضمن این که ممکنه که اون آوازهای محلی و منطقه از همین آواهای مادرها شروع شده، یعنی کاملا اولیه است و خودجوشه، یعنی هر مادری ضمن این که نه موزیسین هست، نه آوازخون هست، نه شاعر هست، اینا رو طبعا روی احساس اون لحظهش به وجود میاد که با بچهش تنها و خلوتی داره و میخواد او رو بخوابونه، نوازش کنه یا حتی حرف درد دلشو بگه. خیلی خیلی بدی و بکره. این مجموعه صرفا برای خوابوندن اصولا نیست، همونطور که شعرهای ما مثل احمد شاملو و کسانی لالایی ها رو برای بیداری سرودن. من یادمه که گفتم بیا یه کار دیگه بکن، یک لالایی برای بیداری بگو. نوبت گفتی آره یه لالایی برای بیداری بگیم و شروع کردیم. گفتن لالا چی بود؟ لالایی گویمت اما نخواب. لالایی گویمت اما نخواب، که میخوام مثل خورشیدی بتابی، میخوام هر لحظه پیشم یار باشی، تمام حرفامو بیدار باشی. جوون قلعه دادم تو میشی، منم تیشه که فرهادم تو میشی. عشق عمیق سیمابینا به موسیقی و 5 دهه جستجوی مداوم او جانی تازه به موسیقی محلی ایران بخشید. با گردآوری، معرفی و اجرای این نغمه ها که می رفت در کنج خانه های روستایی حبس بماند، او پلی شد برای رساندن آواهای بومی و تاریخی ایران به گوش نسل های آینده. تو بی تابی مکن با ناله هایم، بذار تا کوه لرزه از صدایم، زنم فریاد پشت قلعه داد، نمیخوام وقت بیداری بخوابی. جوانای قلعه پیر ما بیدارن.